درود میفرستم خدمتتون. حضورتون عرض ادب میکنم هموطنان عزیز و ارجمندان. آقای روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ناگهان یاد این مسئله افتاده است که سپاه اصلا سیاسی نیست. سپاه در قلب مردم ایران جای دارد. سپاه فقط وظیفه‌اش دفاع از آب و خاک است و تا آنجا پیش می رود که می گوید اگر ما در مذاکرات اتمی قرص محکم ایستاده ایم و یک قدم عقب نمی نشینیم، برای این است که پشتمان به چنین سپاه رزمنده‌ای گرم است. خوب دقت بفرمایید، همین سپاه بود که یک هفته جلوتر از این حرفای آقای روحانی گفت معلوم نیست توافقی که انجام بگیرد در مورد مسائل اتمی مورد تایید سپاه قرار بگیرد. ما هنوز نمیدانیم که چه مسائلی دارد در آنجا میگذرد. ما وقتی که دیدیم که چگونه توافق شده است، آن وقت اعلام خواهیم کرد که با این توافق موافقیم و یا مخالفیم. خب مخالفت سپاه پاسداران مشخص است که اگر موافق باشند، یعنی آقای خامنه ای گفته است که کاری به این مسائل نداشته باشید، اگر مخالف باشند، یعنی آقای روحانی باید همه بساطش را جمع کند، همه وعده هایی را که داده است فراموش کند. این بخش کوچکی از ماجرایی است که خدمتتون قبلا عرض کردم که حکومت اسلامی دچار سرگیجی سیاسی شده است. به محض اینکه گفتن از وقتی که آقای روحانی آمده است تعداد اعدام ها فزونی گرفته، بنابراین چیزی با آمدن آقای روحانی فرق نکرده است، وضع اقتصادی خرابتر شده، دلار برگشته به قیمت سابق، اوضاع و احوال مردم بدتر شده و در برابر اعدام ها هم فزونی گرفته است، یک مدت یک هفته دیگر از اون اعدام هایی که هر روز و پی در پی اعلام میکردن، سه نفر در اینجا اعدام شدن، چهار نفر در اونجا اعدام شدن، از خبرهایی که از ایران میرسید از اعدام چیزی ما نمیخوندیم. اما ناگهان بعد از همین یک دو هفته ای که ظاهرا سکوت بود، نه اینکه اعدام انجام نمیشد، اجازه انتشار اعدام ها را نمیدادند، دوباره گویا مخالفین آقای روحانی رو کردند که در این مدت باز اعدام ها ادامه داشته است در شهرستان های مختلف، از اهواز گرفته و کردستان گرفته و کجا و کجا و کجا. خب خدمتتون دیروز بود که عرض کردم که با موافقت آقای اوباما فروش نفت بیشتر شده است. این را مطرح کردم که آیا با بالا رفتن فروش نفت، یعنی سرد شدن تحریم ها، فرقی هم به حال مردم ایران به وجود آمده است و یا نه اوضاع بر همون منوال است. بلافاصله خبرگزاری ها اعلام کردند که میزان فروش نفت حکومت اسلامی مجدداً سقوط کرده است، یعنی کره جنوبی و هندوستان و ژاپن یک مدتی نفت را اضافه خریدن چون میخواستن که دستگاه های تصفیه نفتشان را تعمیر کنن. بنابراین لازم بود که تا مدتی که این دستگاه ها تعطیل است نفت اضافی داشته باشن، به همین دلیل فروش نفت رفت بالا و اکنون که دستگاه ها تعمیر شده است دیگه نیازی نیست که آن میزان نفت بخرن. خب این پول نفت را قبلا هم عرض کردم، پول نفت را که گرفتن برای حماس فرستادن، غذا فرستادن برای سوریه، برای مردم ایران چه کردن که همینطور گرانی روز به روز و قیمت ها به معنای واقعی کلمه افسانه‌ای. نمی شود که شما با یک نفر در هر نقطه ایران تلفنی صحبت کنید و موضوع اصلی صحبتشان این نباشد که گرانی دارد کمر مردم را می شکند. این دولت
تدبیر و امید است؟ کدامین تدبیر را به کار برده است؟ این که آمده است بالاخره ناگزیر و ناچار بنا به اعتراف رهبر از سر بدبختی وارد مذاکره شده است برای جریانات غنی‌سازی اورانیوم، این تدبیر است؟ امیدش کجاست؟ امیدش آیا یک گام برای اینکه امید مردم بیشتر شود هست؟ اینها بخش‌های کوچکی است که در حوالی آن، در حواشی آن مسائل متعدد دیگری جریان دارد. مسائل بی‌نظیر، یک نفر در مجلس، همون مجلس شورای اسلامی برمیخیزد میگوید همه وزرای آقای روحانی هر کدام نزدیک 1000 میلیارد سرمایه دارند. از اینها سوال کنید این 1000 میلیارد سرمایه را از کجا آوردن؟ یعنی از دل خودشان مسائل نشت میکنند به بیرون، وگرنه که روزنامه ها جرأت نوشتن این مسائل را ندارند، جرأت این را که بروند پیگیری کنند و ببینند این آقای وزیر این ثروت را از کجا به دست آورده، از که ندارند، چون میدانند که اگر وارد این جزئیات بشوند سر و کارشان میافتد با زندان اوین. گفتم زندان اوین، دیروز خدمتتون عرض کردم در زندان اوین چه گذشته است، زندانیان را چگونه زدند، زندانیان را چگونه خونینی‌مالی کردند، تا جایی که همه دستگاه های بین المللی به این کار اعتراض کردند. حالا حکومت اسلامی اصلا تکذیب میکنند، میگوید همچی خبری نبوده، ما در بند 305 زندان اوین کسی را کتک نزده ایم. و باز یک نماینده مجلس میگوید برای اینکه حقیقت را بفهمید، حقیقت یابی کنید، بروید با خانواده زندانیان سیاسی مذاکره کنید و ببینید آنها چه میگوید. اینها را که خدمتتون عرض میکنم مسائل ساده پیش و پا افتاده است، نیاز به آنچنان کالبد شکافی ندارد تا از درونش یک چیز پنهانی کشف کنیم. میخواهم خدمتتون عرض کنم که این حکومت به معنای واقعی سردرگم شده است. این حکومت با آمدن آقای اوباما نمیداند که چه کار باید بکنند، تا جایی که آقای محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام میگوید ما بزرگترین شانسی که آوردیم همین مسئله اوکراین است. این اوکراین موجب میشود که ما بتوانیم اینجا نفس بکشیم، برای اینکه آنها گرفتار کارهای خودشان میشوند. گرفتاری اوکراین چه امتیازی میدهد به حکومت اسلامی؟ دیروز وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه روسیه، نماینده اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه اوکراین نشستن در اروپا صحبت کردن، ظاهرا یک اعلامیه بسیار دوستانه دادن که اینهایی که ادارات دولتی را اشغال کردن بعد اسلحه را زمین بگذارن، دولت اوکراین اینا را تعقیب نکند مگر اینکه آدم کشته باشن، چه چه چه، و همه چی به صلح و خوشی. هنوز مرکب این اعلامیه خوش نشده بود که خبر رسید که هیچ اتفاق نیفتاد، همچنان طرفداران روسیه ادارات دولتی را در اشغال دارند، همچنان نیروهای نظامی آنجا ایستاده است، همچنان تانک‌های عرض کنم که روسی در کریمی در خیابان‌ها رفت آمد دارد و هزار مثلا. پس اینها بازی‌های سیاسی است که سر مردم دنیا را گرم می‌کنند و ما سرگرم این بازی‌های سیاسی در جهان هستیم، بی آنکه به خودمان اندیشه کنیم، بی آنکه تصور کنیم که آیا ما قادر نیستیم، یک ملتی قادر نیست خودش را از زیر فشار یک فرقه درآورد؟ یک ملت 77 میلیونی نمیتواند حد اکثر با 2 میلیون آخوند برابری کند، ولو اینکه سپاه پاسداران داشته باشد، بسیج داشته باشد، چماق به دست داشته باشد؟ آیا میتوانیم و یا
نمی توانیم و قادر نیستیم. اگر که دنیا چنین شرایطی دارد، اگر رئیس جمهور آمریکا فاقد قدرت شده است، آبروی آمریکا را در جهان برده است، این به معنای آن است که ما نمی توانیم کاری بکنیم، چون رئیس جمهور یک مملکت دیگری اراده عرض کنم انجام عملیات کارساز را ندارد. اینها مسئله جنگ نیست، مسئله طرفداری از جنگ نیست، مسئله نشان دادن قدرت سیاسی است. مردم ایران قادرن قدرت ملی خودشان را نشان دهند و امیدوار باشیم به روزی که مردم ایران برسند به این مرحله، برسند که 35 سال کافی است و اینک زمانی است که باید عرض کنم که به آزادی برسند، آزادی که هدیه قدرت‌های استعماری نباشد. 35 سال پیش هم تصور می‌کردن دنبال آزادی می‌روند، اما آزادی که به ملت ایران هدیه شد آزادی بود که دولت‌های استعماری برای ملت خواب‌آلوده ایران تدارک دیده بودند. در پایان برنامه لازم می‌دونم که عید رضوان را به تمام هموطنان عزیز بهائی خود که در این سال‌ها بدترین شکنجه‌ها و ظالمانه ترین رفتارها را تحمل کردن تبریک بگویم و امیدوار باشم که روزی و روزگاری در ایران آزاد شده بخش بزرگی از هموطنان بهای ما بتوانند جشن رضوان را در خیابانها و در مراکز خودشان جشن بگیرند. تا بامداد روز دوشنبه همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.